کسب درآمد از گوگل پلی. کسب درآمد از گوگل پلی یکی از بهترین روش‌های کسب درآمد دلاری می‌باشد. امروزه اپلیکیشن‌های موبایل تقریباً در هر صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت‌ها می‌توانند از راه مختلف با اپلیکیشن‌های موبایل درآمد کسب کنند. زمانی که اپلیکیشن شما محبوب باشد و در فروشگاه‌های اپلیکیشن رتبه بالایی داشته باشد، درآمد بسیار بیشتری خواهید داشت. این عمدتاً به دلیل کسب درآمد بیشتر از تبلیغات و فروش درون برنامه‌ای است. روز به روز کاربران جدیدی به دنیای اندرویدی می‌پیوندند. تعداد کاربران اندروید تقریباً 3 برابر بیشتر از کاربران iOS است. پلی استور جایی است که آنها برنامه‌های خود را با خیال راحت دریافت می‌کنند. گوگل پلی استور چیست؟ گوگل پلی که قبلاً اندروید مارکت بود، این برنامه به عنوان فروشگاه رسمی و اصلی در سیستم عامل اندروید می‌باشد. یک سرویس توزیع دیجیتالی است که توسط گوگل اداره و توسعه یافته است و به کاربران اجازه می‌دهد که به صدها برنامه، بازی، موسیقی، کتاب، فیلم و غیره دسترسی داشته باشند و اپلیکیشن های مختلف را دانلود و نصب کنند. گوگل پلی با گوگل اپ استور شناخته می شود و در همه گوشی های اندرویدی به طور پیش فرض وجود دارد. اپلیکیشن های گوگل پلی بیشتر به صورت رایگان است و بعضی دیگر پریمیوم هستند. برخی از اپلیکیشن ها هم دارای تبلیغات هستند یا اینکه خریدی درون برنامه ای دارند که برای استفاده کردن از آنها باید هزینه را پرداخت کرد. در این ویدیو کسب درآمد از گوگل پلی به روش های مختلف درآمدزایی از این طریق می پردازیم. تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. کسب درآمد از طریق گوگل پلی با فروش برنامه. مستقیم ترین راهی برای کسب درآمد از فروشگاه گوگل پلی بدون شک فروش اپلیکیشن شماست. اگر میخواهید کاربران برنامه پولی شما را به جای گزینه‌های رایگان ترجیح دهند، باید خدمات بسیار بهتری نسبت به آنها ارائه دهید. اگر بتوانید کاربران را وادار کنید برنامه پولی شما را ترجیح دهند، مستقیم راه برای کسب درآمد از برنامه خود پیدا کردید. با این حال موفقیت با برنامه‌های پولی همیشه آسان نیست. اگر نتوانید مشکل مخاطبان هدف خود را حل کنید و آن را بهترین نحو در مقایسه با دیگرانی که تلاش می‌کنند انجام دهید، کاربران احتمالاً برنامه شما را انتخاب نخواهند کرد. همچنین شاید بد نباشد بدانید که کاربران iOS در مقایسه با کاربران اندرویدی تمایل بیشتری به خرید اپلیکیشن‌های پولی دارند. کسب درآمد از طریق خریدهای درون برنامه‌ای. خریدهای درون برنامه‌ای یکی از رایج‌ترین راه‌های کسب درآمد با اپلیکیشن شماست. آنها بیشتر در بازی‌ها و سایر برنامه‌های سرگرمی استفاده می‌شوند. ارائه اقلامی مانند پول نقد بازی، شخصیت‌های جدید، لباس، کاراکتر و غیره می‌تواند به اندازه کافی مطلوب باشد تا کاربران شما برای آنها پول پرداخت کنند. و به این ترتیب می‌توانید برنامه خود را برای دانلود و لذت بردن رایگان نگه دارید، اما همچنان با آن درآمد کسب کنید. اگر برنامه شما یک بازی نیست، باز هم می توانید این گزینه را دنبال کنید. به عنوان مثال می توانید عملکردهای اولیه را به صورت رایگان ارائه دهید، اما برخی از ویژگی ها را پولی کنید و به کاربران اجازه خرید آنها را بدهید. از طریق تبلیغات درون برنامه ای کسب درآمد کنید. طبق نظرسنجی ها 49% از اپلیکیشن های موبایل دارای تبلیغات درون برنامه ای هستند، در حالی که در گذشته درآمدهای تبلیغاتی با مقدار حاشیه از خریدهای درون برنامه‌ای عقب بود. این شکاف هر سال کاهش می‌یابد. این گزینه همچنین به شما این امکان را می‌دهد که اپلیکیشن خود را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دهید. بنابراین می‌توانید تعداد بیشتری از کاربران را برای دانلود و آزمایش برنامه خود جذب کنید. کسب درآمد با حمایت مالی. اگر بتوانید یک قرارداد حمایت مالی برای برنامه خود دریافت کنید، مزایای آن می تواند چندین برابر شود. یک حامی شناخته شده می تواند در تبلیغات برنامه شما کمک کند و همچنین یک مقاله حمایت مالی خوب می تواند بسیار از هزینه های طراحی، توسعه و بازاریابی شما را پوشش دهد. بنابراین درآمد شما افزایش می یابد. برای استفاده از حمایت مالی، ابتدا باید یک شرکت یا برند تجاری را پیدا کنید که از یک برنامه مشابه برنامه شما در بازار استفاده می کند. کسب درآمد از گوگل پلی با سیستم اشتراک. سعی کنید از مدل اشتراک در داخل برنامه استفاده کنید.
اگر برنامه شما دارای روال‌های تناسب اندام است، می توانید تمرینات خاص‌تری برای کاربران مشترک خود ارائه دهید. یا اگر ویدیو یا موسیقی را پخش می کنید، مشترکین ممکن است گزینه‌های لیست پخش با کیفیت بهتر یا بیشتر دریافت کنند. اگر محتوا ایجاد می کنید و آن را در برنامه خود به اشتراک می‌گذارید، ممکن است به مشترکین اجازه دهید زودتر از کاربران رایگان به محتوای جدید دسترسی داشته باشند. در نهایت برنامه شما ممکن است کمپین‌ها، کوپن‌ها با تخفیف‌هایی را به مشترکین خود با هزینه اندک ارائه دهد. درآمد شما به موازات تعداد مشترکین شما خواهد بود. فرمیوم، این حالت کسب درآمد واقعاً هیجان انگیز است. مدل فرمیوم سیستمی است که در آن سازمان‌های تجاری مختلف نسخه‌های پیشرفته‌ای برنامه‌های تلفن همراه خود را به مخاطبان هدف می‌فروشند. به این ترتیب کاربران در ازای دریافت اپلیکیشن مبلغ را پرداخت می‌کردند. این یکی از سودآورترین و مطمئن‌ترین راه برای کسب درآمد برنامه‌ها است. علاوه بر این، مفهوم اصلی پشت این فرمیوم این است که ویژگی های اصلی برنامه قفل نگه داشته می شوند و فقط برای افرادی که مایلند پول واقعی را برای ویژگی های خرج کنند باز می شوند. در مورد رقبای خود تحقیق کنید. در دنیای اپلیکیشن های اندروید، رقبای مختلف در بازار اندروید حضور دارند. برای موفقیت یک اپلیکیشن، حتما در مورد اپلیکیشن های رقابتی که در رقابت با اپلیکیشن شما در پلی استور قرار می گیرند تحقیق کنید. برای موفقیت در بین رقبای مختلف، باید اپلیکیشن های با ویژگی های جذاب و منحصر به فرد ساخت که برای مخاطب هدف جدید داشته باشد. چنین ویژگی های جدیدی برای برنامه خود ایجاد کنید که برای کاربران بسیار مفید است و علاقه کاربران را با استفاده از برنامه جلب می کند. انجام تحقیقات مناسب در مورد رقبا و ایجاد اپلیکیشنی که جلوتر از رقبا بماند، راه مطمئن برای کسب درآمد از گوگل پلی با انتشار اپلیکیشن است. سرمایه گذاری وقت برای دستبندی های سودآور. یکی از مهمترین نکاتی که در ایجاد یک اپلیکیشن باید به آن دقت کرد، اطمینان از وجود نیاز به آن اپلیکیشن در بازار است. اگر برنامه‌ای بدون مخاطب ایجاد کنید، هیچ راهی وجود ندارد که چنین برنامه‌ای بتواند موفق شود. قبل از ایجاد یک برنامه کاربردی، سرمایه گذاری زمان و انجام تحقیقات مناسب در جستجوی جایگاه سودآور بازار اندروید بسیار مهم است. برخی از دستبندی های رایج برنامه های کاربردی اندروید سودآورند عبارت است: برنامه های کاربردی رسانه های اجتماعی، برنامه های مرتبط با موسیقی، برنامه های کاربردی اختصاص داده شده به اهداف سرگرمی، بازی ها، برنامه های کاربردی تجاری و مالی. سعی کنید یک اپلیکیشن برای اندروید ایجاد کنید که روی چندین دستگاه اندرویدی اجرا شود. تصور کنید یک برنامه کاربردی فقط برای کاربران تلفن همراه ایجاد می کنید. مطمئناً افرادی را که از چنین نرم افزار بر روی دسکتاپ و تبلت خود استفاده می کنند از دست خواهید داد. نکته اینجاست که برای افزایش مخاطبان برنامه خود، یک راه حل آسان این است که برنامه را با دستگاه های مختلف اندرویدی سازگار کنید. برنامه را به گونه ای بسازید که گرافیک و سایر ویژگی های آن صرف نظر از اندازه، وضوح و نسخه های آنها با اجرا در چندین دستگاه های اندرویدی سازگار باشد. از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید سپاس. برای حمایت از ما لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید.